اون چی که امروز ما باش مواجهیم جنگ تمام عیار اقتصادی است. جنگ نظامی چیزی نیست که اینا مثلا ما ازش بترسیم. اونا هم نمیتونن در این روند ما رو زمینگیر کنند. اون چیزی که ما رو میتونه زمینگیر کنه وضعیت اقتصادی و معیشت مردمه، و اینه که باید در جنگ بتونیم مشت محکمی به دهنشون بزنیم. این مشت محکم رو شما در بحث گندم و کشاورزی زدید و ما باید پشتیبانی کنیم. اونا ما رو محاصره کردن که ما رو اسیر کنند و زمینگیر کنند و ما نباید زمینگیر بشیم. اون چی که من الان از برادرمون آقای دکتر نوری، برادرمون آقای مهندس فتاح و همه شما عزیزان واقعا البته هستید، ولی تو ذهنم به عنوان یک انسان، یک مدیر، یک کسی که از همون موقعی که بود باور در باور و اعتقاد من بود، این که ما میگه خلقنا الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، نگفته اکثر و عملا. آیا برازنده است از خاک و آبی که ما استفاده میکنیم این گونه استفاده بکنیم که میکنیم؟ برای کشت، برای محصول، برای آنچه که به بازار عرضه میکنیم، این بهترین کاریه که داریم میکنیم یا میشه بهترین کار رو انجام داد؟ این که ما بتونیم بهترین کار رو در دیم و آب و خاک و دام و کشاورزی و مدیریت انجام بدیم، راه طولانی تا رسیدن به اونجا رو داریم. این آن چیزیست که ما باید به دنبالش بریم. ما باید بهترین کار رو بکنیم، نه بیشترین کار رو. و این انتخابه که ما رو، رفتن ما رو، جهتگیری ما رو روشن میکنه. گر در طلب گوهر کانی، کانی، ور در پی یک لقمه نانی، نانی. من فاش بگویم حقیقت مطلب را، هر چیز که در پی آنی، آنی. فریب کاری نکن. با پیمانکار قرارداد میبندیم، یه سال بعد اوراق بهش میدیم. خب چه کاری داریم میکنیم؟ کی گفته باید ما این کار؟ کی گفته ما وعده های اضافه بدیم که پول نداریم؟ بعد یه درو بهش بگیم بیا کار کن، پول میدم، پول اونم ندیم. و اندازه‌ای که پول داری وعده بده. واقعیتو بگو، حق بگو به جامعه. در نتیجه آن چیزی که من انتظار دارم از وزارت و از برادر عزیزمون آقای دکتر که کار خیلی خوبی اینا در ستاد اجرایی در قسمت‌های مختلف داشتن، ولی این باید گسترش پیدا کنه، بیاد برای روستاها، برای کشاورزها، برای، یعنی اینا بتونن کاری که میکنن بهره ببرن. اینم بگم بعد وقتتون رو نگیرم، جهاد کشاورزی، ما دولت، چون موقعی که من نماینده بودم توی یه روستایی یه کاری داشتیم میکردیم اونجا، فکر کردیم اگه این روستا یه دولت باشه، این بخش با این آب و خاک و دیم و کوه و زمین و آدما، بهترین کار چیه؟ چیکار میشه کرد؟ بالاخره ما اگه بخوایم بهترین کار اونجا بکنیم چیکار کنیم؟ خدا وکیلی نه از وزارت خونه، نه از مدیر کل، نه از استانداری، هیچ گیرم نیومد. ما نمیدونیم برای یه بخش برنامه‌مون چیه، با آب و خاک و زمین و کشت و نوع زراعت، چه زراعتی، چه کشتی، با چه کیفیتی، به چه مقداری، برای چه بازاری داریم این کارو میکنیم. تکلیف روشن نی، ما باید روشن کنیم که از کجا چه بهره‌ای میبریم. اقتصاد 4 تا سوال جواب میده: چی تولید کنی، با چه کیفیتی، به چه مقداری، کجا پخش کنی. مردم تولید میکنن، حالا کیفیتش که یه طرف، بعد میمونه دستشون، یه روز قیمت میاد پایین، یه روز قیمت، اینا همش ما مقصریم و باید راه پیدا کنیم. این مشکل ماست که در دولت باید بشینیم و چاره اندیشی کنیم و کمک کنیم به برادران و خواهران ما در روستاها و کشورها، زحمتی که میکشن. فردا نه تو بازار ببینی هیچی، زحمت یک سالش هدر رفت، دلال داره پولشو میخوره، به قیمت چی میگن سمن بخس در حقیقت داره معامله میکنه. چرا باید اون کشاورز زحمت رو بکشه و بعد حاصلش حتی پول دسترنجشو نباشه؟ کشاورزا اگه کار نکنن از کشت و حاصل خودشون درآمدی ندارن. این کارگری که میکنن یه چیزی گیرشون میاد، وگرنه از کار او چیزی که زحمتش کشیدن سودی حاصل نمیشه. اینی که باید حل کنیم ایناست. هر جام دلمون خواسته تا حالا فشار به کشاورز آوردیم، قیمت براش تعیین کردیم،
اما اونایی دیگه که قیمتا رو میبرن بالا کاری به کارشون نداریم. به هر حال چیزاییه که باید بشینیم ما خودمون فکر کنیم، راه حل پیدا کنیم، همکاری کنیم، ستاد محترم و دولت و خودمون با هم دیگه و با شما یه هم فکری بکنیم. به هر حال ما از دستمون هر چی بر بیاد که به شما خدمت کنیم، اومدیم که خدمت کنیم.